سلام دوستان عزیز میسم هستم آدمین گروه سوینسکا پرشیسکا توی یوتیوب توی فیسبوک و توی این استاگرام. تمام فایل ها رو میتونین از اینجا توی این زی که گذاشتم این زیر کلیک کنین روش و تلگرام همه چیز هست حالا خودتون برین چک کنین و این سوینسکا پرشیسکا فایل اسم این استاگرام ما 13700 نفر فعلا فالوور داریم و یه نظرسنجی گذاشتم چیزی که الان مهمه میخوام بهتون بگم یه نظرسنجی گذاشتم در مورد این که یه سوال اگه یه نفر بخواد بیاد الان سوئد چی بهش میگین میخوام از نظرهاتون یه ویدیو درست کنم بذارم تو یوتیوب میتونه در مورد جامعه باشه زبان غذا یا هر چیز دیگه ببینیم نظر دوستانمون نظر بچه ها چقدر من گذاشتم 6 روز بگذره کامل نظرها بیاد و همه چیز رو بچه ها بگن و بعدش ببینیم چی میشه یکی حمید گفته که میگم داداچ کشور پوتاتیس خورا خوش اومدی البته پنیکاکا خور هم هست <حسن> میگه منظورش اینه که خیلی سیب زمینی اینجا میخورن برنج <بريق> <اینجا> نمیخورن <فق> اف گفته که من از 90 درصد امکانات سوئد برای خودم و بچه هم استفاده میکنم ولی میگم کاش میتونستیم هممون هم برگردیم ایران و اونجا رو بهتر از اینجا میساختیم خیلی سخته کار صد تا میخواد خب میرم نظر ایشونه نظره جنجالی تر هم احتمالا نوشته باشن من فقط اینو میگم که آلمان بهتره مری, مری گفته که آلمان بهتره لیلا گفته میگم خوش اومدی آخه همه اونایی که اونجا هستن ناراضی هستن فکر کنم نگار ایرانه بذاریم ببینیم چی میگه آخه همه اونایی که اونجا هستن و ناراضی هستن میخوام برگردن ایران ولی پادشاه و ویکتوریا دست از سرشون بر نمیداره اونا مجبورشون کردن و نام فدایت شون براشون نوشتن وگرنه برمیگشتن ایران ایشون منظورش اینه که خوشی زده زیر دلشون اونایی که اینجا هستن صد درصد منظورش اینه یه لیلای دیگه هم گفته قربون حرفت فاطمه گفته من میگم تو رو خدا برو افغانستان ولی اینجا نیا اینم نظر فاطمه هست ببینید دوستان اینا میتونه خیلی کمکتون کنه حالا بیشتر شاید نظر من میگم بیا ولی بدون دو سال اول سخته خسرو گفته یا کورش منظورم کورش گفته خب مایکل گفته که بستگی به آدمش داره خب دقیقا همینه منم هم موافقم من واقعا راضی هستم واسه کسی که سخت کوش است و یک کوچولو زرنگ هست واقعا سوئد جای خوبیه آفرین جای پیشرفت داره اما چند سال اول... اما چند سال اول واقعا سخته و طول میکشه تا آدم جا بیفته مخصوصا واسه یادگیری زبان اه من موافق نیستم زبان رو میشه سریع یاد گرفت واسه جوانترها عالیه چون زودتر جا میفتن و دوست پیدا میکنن و از تنهایی در میان اما واسه کسایی که کم سن و سا... کمه کمی سن سالشون بالاتره سخت میذاره چون زبان واسه شون مشکله دوست راحت پیدا نمی کنن واسه اون سن بالا منم موافقم ولی خب آره و به خاطر آب و هوا افسرده میشن دقیقا این هم منم موافقم با این که همه اینا باعث میشه ایران و افغانستان رو بهتر از اینجا بدونن و برگردن و بیشتر کسایی که ناراضی هستن معمولا افراد پیر یا میان سال بودن و یا کسانی که ایران وضع کار خوبی داشتن منم دقیقا موافق اما اما به هوای این که ما بریم سوئد پاور بندازیم رو پا <تصفح> و دولت سوئد همون پول بده و ما, اش... ما فقط اشغال کنیم اما وقتی که میان اینجا میبینن از این چیزا خبری نیست اینجا هیچ چیز مفت نیست دقیقا و خیلی جاها و خیلی جا میخورند آره دقیقا همین میشه گفت این متن بحالی بود واسه آدم زحمت کش که بتونه هم کار کنه هم درس بخونه عالیه منم شش سال پیش رسیدم و یه مدتی تو کمپ مهاجرین بودم که خیلی وضعش خراب بود و مای 700 کروم میگرفتم از اداره مهاجرت و من فقط درس میخوندم مفرین الان خدا رو شکر بعد از 6 سال راننده کامیون هستم و خونه ماشین خوب خوب هم دارم و تازه روی قلطه گفتم ببینید دوستان اسم این دوستمون نمیدونم چی کی بود مایکل عزیز 6 سال اینجا بوده الان زحمت کشیده اصلا اولش زبانو خوب یاد گرفته و اینا الان هم کار داره هم خونه داره هم ماشین هم وضعش هم راضیه یعنی بعد از 6 سالشون راضی هستن یه نکته جالبه مهاجرت من فقط درس می... مهاجرت و من فقط درس میخوندم الان خداو اینو که خوندیم هم درس پنج... پنج سال اول هم در... هم درس و هم توی کار, کار توی رستوران یک کم زیاد شد اما فکر کنم شاید یک کمی بشه به دوستان هموطنان و همزبانان اما لب کمک میشه به اون آره. اما لب کلام اینه که سوئد واقعا جزو بهترین کشور و جای پیشرفت داری اما بستگی به خودت داره چطور ازش استفاده کنی این دقیقا واقعا مستاق همونو داره برای آدم های تنبل جای مناسب نیست کسی هم اگر زندگی کردن در این کشور گلایه داره پس بهتر از همون جایی برود که آمده زحمت بکشید در زندگی خود برنامه داشته و دقیق آوردن وقت ننمایید آه چی؟ جام؟ منظورش اینه که بیاین اینجا نمیتونین بشین بخوابیم. بیا ولی از هموطن خودت بترس اوکی؟ اینم زلیه نمیم ایرانی افغانی حالا چیزی بود بیا خوش اومدی لیلا گفته من که راضی هستم از سوئد به نظرم کشور خوبی فرهاد گفته همه جا خوبی و بدی خودش رو داره بهشت به که نیست دقیقا خواستت باشه اونایی که راضی هستن بر, بر اونایی که راضی هستن هم برکردن برن ایران عزیزمون با دلار 26 تومانی کیف کنه ایران جماعت همیشه ناراضیه الی گفته که ایرانی همیشه ناراضی همه تون دارین میلالین علی رزا گفته فقط موندم چرا پاشین چرا موندین پاشین بیان کشور خودتون مگه نمیگید اونجا بده بیان همینجا بدی اینجا رو تحمل کنید خب همه تون رفتین دارین زندگی میکنه ایشون ایرانه خب زندگی میکنید اون وقت حرف ماجرت که میشه میگیم بعد اینجا دیکتاتورن دیکتاتورن نه یا این کار نیست گرون آدم جایی میمونه که راحت باشه اگه ناراحتین اصلا درست نیست دارین سختی میکشین رفتین سومالی دارین زندگی میکنین میگین ایران راحت نبودین گذاشتین رفتین حالا اونجا راحت نیستین پاشین بیاین راه رو برای ما راحت تر بشه شاید ایشون میخواد بیاد میگه شما برگردین فقط ایشون باشه اونجا <تصفح> ایشون بیاد تنهایی بپرستنش ببین رفتین ما رو زودتر قبول کنین بیایم نمیگم سخت نیست یا دارین چرت میگین فقط غیر من میگه می نمیگم سخته یا فقط دارین چرت میگین میگم فقط غیر منطقیه تو سومالی زندگی کنین و نخواین بیاین بهشت اوکی متوجه نمیشم میگن مهمان از مهمان بعدش میاد صاحب خونه از هر دو تاش حالا کامنت خیلی همین جوریه یه خوب دوست نداری کسی مجبورت نکرده بمونی میگه که آم... معمولا بچه ها مثل که راضی و میگن اگه کسایی هم که راضی نیستن برن نمیدونم من سوالم چیزی دیگه بود <تصفح> سوالم این بود که در مورد جامعه قضا و اینا صحبت کنیم بیشتر بچه ها میگن اگه ناراضی هستیم بریم من منظورم این بود که سوال من این بود که چیای های چی... نظراتتون رو میخوام در مورد قضا چه و همش در مورد مهاجرت و اومدن الان بریم بعدا چیزای دیگه هم باشه اگه هدف داری پیشرفت اگه هدف داری و دنبال پیشرفت از همه مهمتر آرامشی تصمیم داری درست زندگی کنی بیا وگرنه همون کشور خودت به آفرین اینو من مطمئنم اینو اینو, منم موافقم باش ولکامن تلیسوریه میگه که خوش اومدید به سوئد چقدر سرمایه میخواد برای اومدن نمیدونم والا هر کسی بتونه از مملکتش نجات پیدا کنه به نفشه پیسیون دو هفت گفته اینو میگم انتخاب اولت نباشه دانوش عزیز گفته که میگم انتخاب اول نباش برای مهاجرت و پناهندگی آلمان و انگلیس خیلی بهتر از سوئد ایشون نظرشونه آمدن خیلی سخته ایشون گفتن که اومدن خیلی سخته میگم بیا دور هم یکم بزنیم چی بزنیم سینامی بچه ها میشه به من بگین اینجا خامه پاکتی مثل اون خامه صبحگاهی ایران پیدا میشه اگه هست میشه بفهمه کدوم فروشگاه باید بخرم و چی روش نوشته ممنونم دعوا نکنید خارج از موضوع سوال پرسیدم نمیدونم من البته ببینیم جواب گرفتنشون ببینیم چیا گفتن بهش منم دقیقا نمیدونم چی میشه واقعا چون ندیدم ولی خب خامه رو اینجا میگن گرده حالا اون گرده ای که من میدونم یه خورده چیز فلیتانده روانه بله هست تقریبا همون مزه مارک ماسک پوره رو در فروشگاه لیدل اوکی آره هست عزیزم برسم خونه برای رو میفرستم یه آدرس بده تلگرام اینا دارن توضیح میدن ولش کن دیگه بریم برای سراغ چیز بعدی کجا هست خب مسیجای بیشتر باز میکنیم براتون خب باز شد میگم خب ای بابا جا میره بالا یا پایین یه لحظه سب کنم من نمیفهمم اینو بستگی داره دنبال چی باشی آفرین دقیقا بهشت همینجاست یه نفر میگه آفرین دقیقا همینجا هیچ جا وطن خود آدم نمیشه اگه همه چی داری نه یا ارزشش رو نداره ولی اگه مجبوری از هیچ چی بهتره خب یه نفرم اینجوری گفته اگه برادرانو بخوام بهت بگم فقط میشه گفت نه یا ارزشش نداره تو کشور غریب دور از همه فک و فامیلات بخوای تنها تنهایی بگشی زندگی ارزش این ریسک رو نداره که دور از ننه بابات زندگی کنی منم تقریبا میشه گفت با آقای جوکر یه ذره همقیدم خوب یا بد سخت آسون میگذره ولی تنهایی بگذری بهتر یا کنار عزیزات توی وطن خودت انتخاب با خودته ولی اینم فهمیدم که تا چیزی رو تجربه نکنی درس کش نمیکنه خیلی حرف خوشگلی زد جوکر منم خیلی باهاش موافقم اه... یه نفر گفته خوش آمد بهشون میگم میگم ویلکام نه اشتباه نوشتم میخواست بگم میخوام بگم ویلکام نه اینجا درس بخونی کار پیدا نمیشه درس نخونی اصلا پیدا نمیشه با تمام سختیاش مالیاتش مالیات زیادش برای کسی که اهل کار و بیزنس باشه جای خوبیه آلمان بره موقعیت کاریش خیلی بهتر سوئد تو خرج خودت میمونید منظورش که تو سوئد تو خرج خودت میمونی مگه تو سوئد مگه تو سوئدی عقل کل یس نوشته هر جا درس بخونی کار هست تو آلمان هم بدون مدرک بری کار بهت نمیدم پس چی میگی توی مدرک داشته باش باز بگو کار کمه من اینکه برو مدرکت بگیر بعد بگو کار نیست اینجا درس بخونی کار نیست درس نخونی اصلا کار نیست من نجاری خوندم بقیه مردم کار نمیکنم پس چرا پس چی کار میکنم کلا چیزایی که از حرفات ن... من کلا چیزی از حرفت نفهمیدم خودت هم فهمیدی به من بگو یه تا دارم با هم کل نزنم اون میگه من اینجوری میگه من با تمام سختی اینا که خوندیم به جمهوری اسلامی دوم خوش نیامده تدیر نشده برو یه جای دیگه غیر از اینجا ایشون فکر میکنه که دقیقا مثل ایرانه یا حالا افغانستان هم فکر کنم جمهوری اسلامیه قابل توجهی که افرادی که میگن اونایی که میگن راضی نیستن چرا بر نمیگن آدم حسابی تو که مهاجرت کرده چرا این حرف میزنه مهاجرت کردن به یک کشور دیگه یعنی از صفر حتی زیر صفر شروع کردن بعد از سالها زندگی ز... زبان یاد گرفتن و غیره دوباره برگردیم ایران چون ناراضی هستیم از سیستم سوئد خارمادر مادر وقتم و زندگیم بگم که این کار دوستان داخل ایران سوئد ارزش دوستان داخل ایران سوئد ارزش مهاجرت و از صفر شروع کردن رو نداره دوستان داخل ایران سوئد ارزش مهاجرت و از صفر شروع کردن این رو نداره اگه حرف قبول نداری پاشو بیا بعد میفهمه خیلی 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 از سیستم سوئد ناراضی هستن فرقش به جمهوری اسلامی میدونی می چیه اونا یهو میکنن تو رو قافل گیر ولی اینا آروم آروم از حق هم نباید بگذشت گذشت خوبی های زندگ... خوبی های خودش هم داره وقتی در حدی نیستی که زندگیت زندگی و خونه ماشین بفرشی بفروشی پاشی بیای اینجا خر این کار رو نمیکنه تازه من نصف سختی ها رو کشیدم توی این راه مهاجرت با پرواز و مستقیم اومدم خودت بگیر که چقدر دلم پر از این سوئت ایشون میگه که ارزش نداره که مثلا نمیدونم ارزش داشت نداشت حالا هر چیزی گفت میگه که بیشتر من چیزی که میبینم بچه ها ناراضی هم به سوئد به کشور مرده خوش اومدی بیا اینا میگه کشور راستی یه چیزی دیگه یه کشور عربا خوش اومدی قبل از سوئد عربی یاد میگه که چیزی نمون اینجا بشه عربستان دقیقا <تصفح> منم با المیرا ال, ال جان موافقم خیلی اینجا آدم اخ... چیز میبینیم آدمی که به زبان عربی صحبت میکنم میبینیم یه کشور دیکتاتور مدرن یه بردداری مدرن آدم ها سرد و بیرو نفس میکشی مالیات میدی سومالی افغانی میخوره در آخر هم هیچی خودت نیست نمیدونم منظور این چی بود بنده خدا یه خود راسیست بود امیدوارم خدا شفا داده دوست عزیز به نظرم اگه تونستی مستقیم بره آمریکا اگه نتونه مستقیم بره آمریکا اروپا راه خوبی که خودش رو بالاخره برسونه به آمریکا و یعنی کسی بخواد اروپا ما اون همون نیاد بهتره دوست عزیز فکر میکنه که اروپا راهیه برا رفتن به آمریکا من میگم یکی از امترین کشورهای دنیاست فکر نمیکنم همچی چیزی باشه مالما که خیلی نه. یکم بهش تیکه نختیم آفر مخصوصا شهر مالما تو سید یکی از امترین شهر که دقیقا نیست اونم گفته بله دقیقا من فهمیده که داره شوخه میکنه بهش میگم حتما ساندویچ قارچی کانترالا رو میل کنه اصر هم بوله با قهوه فیکه کنه <applause> فیکه کنه خب از نظر من سوئد کشور پیشرفته آرام کشور پیشرفته آرام زیبا از نظر آب و هوا و عالیه این چیزایی هم که در مورد که بقیه در مورد شهرهای شمال سوئد هست شاید چند تا شهر مثل این بذار یه بادگی بخونم بعد خوندم از نظر من سوئد یک کشور پیشرفته آرام و زیباست از... نظر آب و هوا هم عالیه چیزایی هم که بقیه میگن در مورد شهرهای سو، شمال سوئد هست نظرت آب و هوای عالی من نمیدونم من الان الان دقیقا امسال توی تابستون فقط کاپشن تنم بوده حالا آب و هوای عالی برای شما من نمیدونم چی من نظر خودم میگم حالا خیلی آب و هواش نمیشه گفت عالیه بقیه چیزا شاید عالی باشه ولی آب و هواش گندترین آب و هوای دنیاست اصلا شک نکن یکی از بدترین آب هوای دنیا رو داره بعد هم عزیزم چیزایی که اینجا به دست میاری صد برابرش ا... صد برابر با ارزش موضوع هوا هست که نه تنها بد نیست حالا اینو میشه گفت ولی آب و هواش خوب نیست نمیشه بگی آب و هواش خوبه بلکه هوای تمیز با همه فصل های زیباست با ه... آب و هوا تمیز ولی خب فصل های زیبا نمیدونم فقط یه چیز در مورد سوئد خیلی آدم رو اذیت میکنه اونم اینه که قرض زدن هموطنای ناسپاس گیر در هر جای دیگه هم برن قول میدم قور میزنم بله بریم جواب چی بهش دادن شمالش فکر نکنم اونطور که میگی باشه چون من شمال هستم البته که مطمئن هستم شمالش از هر نظر خوب و زیباست شمالش خیلی زیباست ولی خب زمستون داره شمال سوئد واقعا قشنگه ولی زمستون میاد دو متر سمت برف همه س... کل سال اونجا هست فقط میگم ببین الان مثلا تا به سون 20 روز بارون قدر نشده دقیقا همون چیزی که من ت... ت... کامنت قبلی گفتم از مالیات هاش برات میگم زبانش که خودش نمیتونه درو... خودشون نمیتونن درست حرف بزنن خب زبان خودشون هم نمیتونن درست حرف بزنن من بوده از اینکه یک سال شوهرم نتونست کار پیدا کنه و هیچ کاری براش نکردن از تفریح های نداشته این شهر براش میگم که از بلایی که هموطنه ها هم وطن اینجا میارن تفریح سوئد صفر یعنی اینو من دقیقا حالا بچه ها گفتن تفریح توی سوئد صفر یعنی هیچی نیست ببین صفر که میگم واقعا صفره فقط ورزش یعنی شما میتونی بری فوتبال بازی کنی والیبال بازی کنی که اون همه جای دنیا میشه هیچ تفریحی نیست توی سوئد حالا بعضی جای دیسکویی هم نره حالا مگه میخواد مثلا اومده فقط بری دیسکو آدم برای تفریح حالا واقعا صفر یعنی دیسکو حالا اگه جزء تفریحات برای کسی باشه برای من نیست دیسکو رفتن که اونم خیلی کم توی شهرهای بزرگ فقط پیدا است که اونم میره اونجا سگ محل به پسرا نمیذارن تقریبا اینو بهتون بگم که واقعا تفریح توی سوئد صفره صفر اگه دوست داری جایی بری که تفریح نباشه میتونی بیای تشریف بیاری اینجا به نظر من ولی خب من سوئد زندگی میکنم و خیلی هم راضی هستم همه چی تلاش بستگی آدم داره کشوری که همه میتونن به هم چیز برسن و تفاوت طبقاتی بین مردم وجود نداره کی گفته طبقات فاصله طبقاتی توی سوئد وجود نداره چی این حرف زده آدم زندگی خوبی میتونه داشته باشه ولی فاصله طبقاتی خیلی توی سوئد هست یه خونه هست کسایی هست که یه جای زندگی میکنن که بابا فقط پنجاه میلیون کرون پولشه یه نفر هم از هز هزار کرون من میشناسم رفیق سوئدی من فقط میتونه قسطاشو بده و اجاره خونش زندگی خوبی داره ولی پول نداره فقط زندگی میکنه یعنی اون ماهیانه مثلا شاید مثلا دو سه هزار کرون سیف کنه و کسی هم هست که میتونه یک میلیون کرون در ماه اگه این فاصله طبقاتی نیست پس چیه من نمیدونم منظورت فاصله طبقاتی نیست زندگی در رفاه ولی فاصله طبقاتی وجود داره خیلی هم وجود داره اینو اشتباه نکن هر کسی خواست بیاد سعود اول سه ماه امتحانی بره سردترین جای ایران زندگی کنه حدودی هم تنها توی هوای سر تا حدودی هم تنها توی هوای سر اگه هم تحمل آورد تحمل آورد بیاد اگر نه بمونه ایران همه مشکلاتش بازم هم بهشته ایشون فکر میکنه ایران بهشته میگم تکون نخور درد قربت کشنده است واقعا ببین دوستان تجربه چیز خوبه قربت کشیدن خیلی سخته واقعا حالا من نمیگم بیان نه من هیچی فقط نظرات خودم مثل بچه ها میگم توی وقتی میبینم بسته به خود بستگی بستگی به خود آدم ها داره وقتی که یه آدم فعال باشه هر جای دنیا هم باشه را خودش رو پیدا میکنه چی سوید هر جای دیگه چه سوید چه, هر جای دیگه شون مثل خوبیاش یک طرف هوای گرمش بگیر تو هوای یو گرم بندر تو یه بازار خود شر کشور خودخواه هزباللهی بیعدب فقط کار و دوستی پول ازت میگیرن از سواد دکتر که نگو گاو وای راست میگه خب هر کشوری برو جز سوئد مری گفته میگم هیچ وقت پاتو تو سوئد نذار مغازه های لبنانی دارن آها این اون تکس قبلیه بذار من این کلا کامنت ها رو تا آخر باز کنم بعد برم از پایین بخونم بیام اینجوری نمیشیم اگه حوصله دارین کلا کامنت ها رو ببینین خب برم پایین برم پایین برم پایین, برم پایین. دوستان یادتون نره خب این حالا ای دوست داشتین ادامه کامنتار رو برین ببینین اینجا توی پیج من سوینسکا پرشیسکا اگه دوست داشتین اینجا یه دیویست هشتاد ترمین سی تا کامنت هست حالا خیلی بود من خیلی آشم خوندم فقط ببینین پیج من میتونین برین داخلش و فالو کنین دوست داشتین و چیزای آموزشی زیادی داخلش هست بعد ارز کنم خدمتون که این زیلینگ اینجا میبینین اینو روش کلیک کنین براتون باز میشه و کانال تلگرام رو میتونین باز کنین با کلیک کردن کانال یوتیوب و, و پیج اینستاگرام رو بزنین زرپ براتون باز میکنه خب دیگه چیزی نمونده امیدوارم از کامنت ها ببینین چیزی که من برداشت کردم از کامنت ها این بود که خیلی ها خیلی ها ناراضی بودن و خیلی هم داشتن به اونایی که میگفتن ناراضی هستین برین بیرون یعنی تقریبا <تص> چه اینجا وایسادی اگه ناراضی هستین یعنی که میگن که خوبه ولی خب ایشون مثلا میخواد که تقریبا اونایی که ناراضیان به نظر من اگه از هوا ناراضی بودن به نظر من صحیحه از هوا ناراضی بود از اینکه تفریح نیست میتونه آدم ناراضی باشه ولی کار و از کنم خدمتون جای پیشرفت وجود داره این نظر شخصی بنده هست حالا هر کسی دیگه هر چیزی میتونه بگه قضا خیلی خوبه قضا همه چیز ارزونه یعنی قضاهایی که بگم مثلا مواد خوراکی نه غذا مواد خوراکی ارزونه نسبت به کاری که اگه کار سفید داشته باشی اگه از اداره مهاجرت پول میگیری 1700 2000 کرون میشه برات زندگی جهنم و یه زندگی خیلی گرون نمیشه ولی خب اگه کار کنی و مثلا اداره ما اون وابسته به ادارات نباشی و خودت کار کنی پروپای خود باشی زندگی اینجا خیلی راحت و خیلی راحت میتونی بعد از کار پیدا کردن خونه بخری ماشین بخری قایق بخری همه چیز میتونی اینجا بخری نمیدونم مثلا از این کاروانا بخری بری مسافرت همه چیز ارزونه فقط اون مشکل اینه که شما اون دروازه ورودتون به سوئد اینه که شما بتونین دروازه دروازه پیشرفت توی سوئد بتونین زبان یاد بگیرین و کار پیدا کنین بعد بقیه چیزا همه چیز درست میشه شما میتونین اینجا کار کنین و ما یک ماه تعطیلی برین کل دنیا هر سری کشور دنیا رو برین بگردین چرا که نه مگه یه بار بیشتر زنده ایم. امیدوارم راضی بوده باشین از این, این کامنت بچه ها بود و اگه خودتون چیزی دیگه به نظرتون میرسه زیر همین ویدیو بنویسین و بچه های دیگه بیان استفاده کنم ممنون و امیدوارم که راضی بوده باشین دوستان